تهران قدیم ماجرای خیلی زیادی رو تو دل خودش نگه داشته. یکی از این ماجراهای شنیدنی داستان هتل و کاباره به اسم میامی که قبل از انقلاب معروفترین و مهمترین کاباره تهران بود. کاباره‌ای که سکوی پرتاب خیلی از هنرمندان معروف ایرانی مثل گوگوش، داریوش و زنده‌یاد هایده بود. با ما همراه باشید تا داستان هتل و کاباره میامی رو با هم بشنویم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمود قربانی تو ایران قهرمان رشته بوکس بود. حدوداً 18 ساله بود که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. تو آمریکا از رشته موج‌زنی و کار توی پمپ بنزین به تحصیل تو رشته مدیریت هتلداری رسید که همزمان با درس کار هم می‌کرد. میگن که محمود کل شق، غیرعادی، مهربون و لوتی مسلک بوده. محمود یه برادر بزرگتر داشت به اسم احمد. بعد از تموم شدن درسش تو رشته هتلداری، برادرش بهش پیشنهاد میده که به ایران برگرده تا با هم ساخته یه هتل درجه یک رو شروع کنن. محمود هم گزینه خیلی خوبی برای مدیریت هتل بود. سرمایه محمود تو آمریکا 4 تا پمپ بنزین بود که فروخت و برگشت ایران. با پولی که داشتن یه زمین بزرگ تو خیابون پهلوی یا ولیعصر فعلی می‌خرن و سه معمار معروف اون دوره، کافی، دانیال و تهرانی، کار ساخت هتل رو شروع می‌کنن. خیابون پهلوی از جنوب شهر یعنی میدون راهن تا تجریش ادامه داشت و به معروف‌ترین و شلوغ‌ترین خیابون تهران تبدیل شده بود. میامی هم سر سرای عباس‌آباد بود. همینطوری بود که معروف‌ترین خیابون تهران شاهد قد کشیدن و ساخته شدن هتل میامی شد. هتل میامی تو سال 43 کارش رو شروع کرد و مورد توجه عموم مردم و مخصوصا قشر مرفه قرار گرفت. ببین ما هتلمون 420 اتاق داشت، کاورمون 1000 تا جا داشت، دبل و سون دیسکوتک 400 نفر جا داشت، عرض کنم سرف سرویس 1000 نفر جا داشت، کلی روزی 5000 نفر ما مهمون پذیرایی میکردیم. و هتل‌های دیگه حتی هیلتون شده هم و تشکیلات به گرد ما نمیرسیدن. لازم که ما اکتیو بودیم، یعنی فعال بودیم شب و روز. اون زمان مردم برای تفریح و شب نشینی به کاباره‌های جنوب شهر رو لاله‌زار میرفتن. با افتتاح میامی مردم کم کم از تفریحگاه‌های پایین شهر به سمت این هتل و کاباره و بقیه مراکز تفریحی که تو خیابون پهلوی ساخته میشد میومدن. کاباره میامی وقتی کارشو شروع کرد خواننده ایرانی نداشت. خواننده‌های معروف دنیا که جوانای اون زمان صفحه‌هاشون رو گوش میدادن حالا پاشون به تهران باز شده بود و روی استیج میامی برنامه اجرا میکردن. اصلا هدف قربانی همین بود. قربانی تو مصاحبه‌ای گفته ما یک کاباره تو سطح بین‌المللی داشتیم. ما تو کاباره میامی بار نداشتیم. اونجا شو بود و رقص. برای افتتاح نایت کلاب بهترین شوهای دنیا رو به میامی آوردیم. خواننده‌هایی مثل جکسون 5، ویلسون پیکه، دومینیکو مودونیو و شیرلی بسی که هر کدوم از بزرگترین خواننده‌های اون زمان بودن. I reach for his hand. It's always there. میامی شده بود پاتوق پولدارای تهران و آدمای سرشناس. شبا سرای عباس‌آباد پر میشد از ماشینای مدل بالا که برای عشق و حال به میامی میرفتن. یکم بعد تو زیر زمین میامی یه نایت کلاب افتتاح شد به اسم 007 با آخرین تکنولوژی نور و صدا که برنامه هاشون از 12 شب شروع میشد. بعد که 2-3 رو افتتاح میکنیم برنامه تدانسان اونجا درست میشه که ما میام چیکار میکنیم. بعضی وقت خواننده هایی که با بند میامادن میبردیمشون در 2-7 هم برنامه بذارم برای بعد از 12 به بعد. میامی و محمود قربانی یه داستان دیگه هم داشت، داستان فائقه آتشین یا همون گوگوش. میگفتی بی تو هیچم، با من بمون همیشه. گوگوش و پدرش صابر آتشین تجربه کار تو شکوفه نو و مولن روژ رو داشتن، ولی کار تو جای با کلاسی مثل میامی میتونه زندگی اونا رو عوض کنه. یه شب با برنامه ریزی به کلاب 007 میرن و اون شب گوگوش 17 ساله
جوری از محمود قربانی دلبری میکنه که قربانی شب بعدش به هوای دیدن برنامه گوگوش به مولن روش سر میزنه. قربانی تازه عقد کرده بود ولی با دیدن گوگوش زن عقد کردهشو رها کرد و دلباخته یه گوگوش شد. گوگوش 17 ساله و محمود 20 ساله تو زمستون سال 46 تو میامی با هم ازدواج کردن. جشن مفصلی که ویگن برای عروس و داماد آواز میخوند. خونچه بیارید، لاله بکارید، پنده برارید، میره به اجلش شادوان. قربانی تصمیم گرفت برای اولین بار تو میامی یه خواننده ایرانی بذاره. اونم کسی نبود جز گوگوش. به همین ترتیب گوگوش تبدیل شد به اولین ایرانی که روی استیج میامی اجرا کرد و کم کم راه رو برای اجرای بقیه خواننده‌های مطرح اون دوران باز کرد. زمستون سال 46 برای ایرانی‌ها طعم دیگه‌ای داشت. حالا به غیر از فرانک سیناترا و پپینو دیکاپری آواز فارسی هم از بلندگوهای میامی پخش می‌شد. آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن. میشه گفت پا گذاشتن روی صحنه میامی آرزوی خیلیا بود. قربانی از هر فرصتی برای مطرح کردن گوگوش استفاده میکرد. اون بهترین آهنگسازا و ترانه‌سراها رو برای کار با گوگوش استخدام میکرد و با بهترین نوازندگان برای ارکستر گوگوش قرارداد میبست. انرژی جوونی و نفوذ قربانی و استعداد گوگوش اونو تو کل ایران حتی صحنه‌های بین‌المللی معروف کرده بود. هتل میامی هر شب میزبان خیلی از مسئولان وقت و افراد با نفوذ مملکت بود. حتی رئیس جمهور آمریکا وقتی به ایران میومد به این کاباره میرفت و این حضورها گاهی دردسرایی هم برای قربانی به همراه داشت. داستان یکی از این دردسرها به محمود رضا برادر محمد رضا شاه برمیگرده. یه شب محمود رضا با اکیپش به کاباره میامی میرن و اون شب گوگوش اجرا داشته. خود قربانی در مورد اون شب گفته گوگوش هیچ وقت دوست نداشت تو کاباره سر میز کسی بره. اون شب محمود رضا مست کرده بود و هی داد میزد که گوگوش باید بره سر میزش. منم خیلی از این حرکت خوشم نیومد و اجازهشو ندادم. آخر شب که کاباره تعطیل شد محمود رضا و دار و دستش داشتن از در کاباره میرفتن بیرون که یه دفعه محمود رضا برگشت و به من گفت چیه؟ ترسیدی زنتو بخوریم؟ همونجا برگشتم یه مش خوابوندم تو دهنش. افتاد زمین و کاباره میامی تعطیل شد. قربانی نوما تلاش کرد تا تونست دوباره میامی رو سرپا کنه. اما زندگی گوگوش و محمود قربانی دیگه به حالت قبلش برنگشت. زندگی مشترک این زوج سال 1354 به طلاق رسید و کاباره میامی دیگه گوگوشی نداشت که روی صحنه بخونه و بدرخشه. ولی بعد از گوگوش هم پابرجا و پر رونق موند و هنرمندان خیلی زیادی روی صحنه این کاباره درخشیدن و معروف شدن. یکی از این خواننده ها داریوش بود که میامی سکوی پرتابش شد. تا قبل از میامی داریوش اقبالی با افشین و کیوان یک گروه داشتن. اومدن هایده به میامی با کمک کوروس سرهنگزاده بود. سرهنگزاده یه خانم جوون خجالتی و محجبه ای رو به محمود معرفی کرد. معصومه ددبالا معروف به هایده. خود قربانی میگه هایده واقعا میخو خوب کوبید. مردم سر پا بلند میشدن و ترانه‌هاشو گوش میدادن. حسین خور عزیزم که زندگی قشنگه دیر نمیشه. بعد از جدایی گوگوش از قربانی و بعد از گذشت چند سال یه شب گوگوش به دیدن قربانی میره. ولی این بار نه برای مسائل گذشته. لوکیشن میامی برای ضبط سکانسایی از یکی از فیلم‌های مطرح اون روزها در نظر گرفته شده بود. به قربانی خبر میدن که گوگوش تو ماشین منتظرته و این دیدار مجوز حضور تیم پرویز صیاد در میامی رو صادر میکنه. اون هم برای 10 شب. اون هنوزم میخواست که پرچم یار قدیمیش بالا باشه و انصافاً هم خروجی کار موندگار شد. سعید کنگرانی شد بابک قصه و گوگوش هم نقش پروانه را بازی کرد. فیلم در امتداد شب، اولین و آخرین فیلم سینمایی که تو میامی فیلم برداری شد. زمستون سال 57، میامی به روزهای آخر خودش نزدیک می شد. با نزدیک شدن به روزهای انقلاب قربانی به زندان افتاد و هتل و کاباره میامی هم تعطیل شد. بعد از انقلاب محمود قربانی از ایران خارج شد و رفت آمریکا.
هتل میامی هم مثل خیلی دیگه از بناهای مطرح قبل از انقلاب یه مدت تعطیل شد و بعد دوباره باز شد. این بار با اسم هتل سیمرغ، هتلی که تو خیابون ولیعصر و نرسیده به پارک سایی فعالیت میکنه. بنایی که دیگه بویی از هتل و کابار میامی توش به مشام نمیخوره. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.